با سلام و وقت بخیر مجدد خدمت همه شما دوستان عزیز، به ادامه برنامه ما خوش آمدید دوستان و یاران همراه. همون گونه که برای شما قول داده بودیم و هفته پیشتر هم گفتیم که انشاءالله در برنامه این هفته 60 ما مهمان خوبی رو خواهیم داشت و همون گونه که شما پیامک فرستادن و تماس گرفتن و تقاضا کردین که این دوست عزیز خود در برنامه دعوت بکنید، امشب با ما هستن در برنامه و اتفاق بسیار خوبی است که شما دوستان و علاقمندان و طرفداران برنامه 60 همواره برای ما پیام میفرستن و دعوت میکنین از ستاره های فوتبال افغانستان و از بهترین بازیکنان فوتبال افغانستان که در برنامه بیان و اینجا با هم گفتگوی شنیدنی و صمیمی رو داشته باشیم. خداشکر این هفته این اتفاق افتاد و مهمان بسیار دوست داشتنی و عزیزی رو به خود در برنامه داریم که همه شما با نام و فوتبالش آشنا هستن. ما میخوایم که خودشان سلامی داشته باشن خدمت شما و ما هم اول پرسی میکنیم با اون آقای محمدی. خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین، به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز. خیلی ممنونم. آقای معروف محمدی بازیکنی که در فوتبال افغانستان برای خودش جایگاهی داره، صاحب سبک خاصی است و از بازیکنانی است که اطمینان خاطر دارم الگوی خیلی از نوجوانان و جوانان فوتبال افغانستان هست. من میخوام که پرسان بکنم از معروف محمدی سوالاتی که کمتر پرسیده شده از آقای محمدی. آقای محمدی متولد چه سالی هستند؟ در کجا تولد شدند و فعلا چند ساله این؟ متولد 1373 هم در تهران به دنیا آمدم. فکر کنم دیگه 26 میشم. بسیار خب، 26 سال سن دارن آقای محمدی. آقای محمدی فراز و فرودهای فوتبالی شما برای ما مشخصه. ما حداقل در سطح ملی و در سطح تیمای لیگ برتر فوتبال افغانستان عمل کرده شما رو به خوبی دیدیم و در واقع تجربه چندین ساله داریم از فوتبال شما. میخوایم که شما از سرآغاز فوتبال خود بگین که چگونه وارد این دنیای پر هیاهو شدین و وارد این دنیای عجب و غریب فوتبالی شدین. آیا به صورت اتفاقی همین گونه به صورت اتفاقی شد که تبدیل بشین به یک ستاره محبوب برای فوتبال کشور ما، یا که عشق شما به فوتبال، علاقه‌مندی شما از دوران کودکی به فوتبال باعث شد که تبدیل بشین به یک از ستاره‌های فوتبال کشور ما؟ نه ببینیم، کسی که به اتفاقی واقعا نمیشه، باید عشق داشته باشی به اون رشته‌ای که میری ادامه میدی، باید عشق داشته باشی. من از خردترکی به فوتبال علاقه داشتم و واقعا فوتبال عشق منه. بدون شک. آقای محمدی چی رقم فوتبال شروع کردین؟ از نخستین تیم‌ها بگین و چگونه بازی رو شروع کردین؟ از کجا اولین دوران فوتبالی شما بود تا الان که در لیگ برتر فوتبال هرات بازی میکنین و یکی از بهترین بازیکنان فوتبال کشور ما هستین؟ کلن دوره فوتبالی خود از اول تا حالا بگین. من از وقتی که از ایران به افغانستان آمدم به تیم نوجوانان اتفاق، تقریبا 5-6 ماه یک جامی بود با اونا بازی کردم. بعد تیم دسته یک جامی از ما خواست که برم به تیم دسته یک جامی، یک سال به تیم جامی بازی کردم و از طرف تیم کابل بانک، که اون موقع کابل بانک هرات بود، دعوت شدم به لیگ برتر. یک سال به کابل بانک بودم، بعد به تیم بیگ بیار رفتم، از بیگ بیار به استقلال معارف رفتم و بعد به سرخپوشان هرات و باز به صرافان هرات و در حال هم در خدمت تیم اتک انرژی. بسیار خوب. آقای محمدی مطمئنن این اتفاقاتی که شما در فوتبال رقم زدن و دستاوردهایی که در فوتبال داشتن به سادگی به دست نیامده و ایره همه ما میدانیم که در افغانستان به دست آوردن کوچکترین امتیاز، یعنی از دست دادن خیلی از به اصطلاح اتفاقات در زندگیه. شما چه مشکلاتی رو از ابتدا تا این لحظه سپری کردین و طی کردین طی این مرحله حساس فوتبالی و فوتبالیتان و این دوران خوب فوتبالیتان تا اینکه در حال حاضر کسی نیست که در فوتبال افغانستان معروف محمدی رو نشناسه؟ ببینیم اگه ما مقایسه کنیم خود با کشورهای دیگه، مشکلات بسیار زیاده به افغانستان، ولی شکر خدا الحمدلله من با خانواده بزرگ شدم که همیشه از من حمایت کردن، هیچ وقت نذاشتم که من احساس ایر داشته باشم که من به زندگی چیزی کم دارم و واقعا شکر خدا من تعالی به اون مشکل بزرگ برخورد نکردم که نتونم به ورزش رو ادامه بدم. بسیار خوب. آقای محمدی از خوشترین خاطرات فوتبالیتان بگین، یا میشه خوشترین اتفاق فوتبالی شما در طول این مدتی که بازی کردین چی بوده؟ برای ما هم قصه کنین و برای علاقه مندهتان هم قصه کنین. شکر خدا الحمدلله من همیشه
با افتخارات زیادی به افغانستان به دست آوردم، یکی از با افتخارترین بازیکن‌ها هستم و الحمدلله خاطرات خوش زیادی دارم، ولی بهترین خاطره من قهرمانی تیم ملی بود که با تیم ملی داشتم با در جنوب آسیا که بهترین خاطره من. بسیار خب آقای محمدی، مطمئنن فوتبال خاطرات تلخی را هم داره با خود. اگر شما خواسته باشین یک اتفاق تلخی که در فوتبال هیچگاه فراموش نمی‌کنین و فراموش شما نخواهد شد، او چی میتونه باشه؟ من واقعا خاطره تلخی که از فوتبال افغانستان دارم اینه که در اوج آمادگی از تیم ملی و با تیم ملی قهرمان شدیم، وقتی کابل رسیدیم از تیم ملی خط خوردم. واقعا بدترین خاطره منه، چون من مستحقی نبودم که خط بخورم، آماده ترین بازیکن داخلی افغانستان بودم، ولی متاسفانه نمیفهمم به چه دلیلی از تیم ملی خط. همون شرایط متاسفانه در حال حاضر هم هست. معروف محمدی، شما نیاز به تعریف و تمجید من نیست، همه شما طرفدارش هستن، میبینین، حتی اونایی که شاید علاقمند معروف محمدی نباشن. در فوتبال چیزی به نام در واقع تعریف آنچنانی وجود نداره و فقط باید کسی باشی، چیزی باشی و چیزی بلد باشی که از تو همه تمجید بکنن و تعریف بکنن. معروف محمدی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال بهترین بازیکن این رقابت‌ها بود. حالا اینکه چرا انتخاب نشد به عنوان بهترین بازیکن، اینا هم مطمئناً حرفا و بحثایی داره، و اینکه چرا به تیم ملی دعوت نشد معروف محمدی، اینم خودش واقعاً پرسش داره و نمیدانیم که کی باید بابت این قضايا پاسخگو باشه. ما با کسانی که مسئول هستند چندین مرتبه در ارتباط شدیم که در رابطه به این قضیه صحبت بکنیم، ولی متاسفانه حاضر به پاسخگویی حداقل در رابطه به این موضوعات نیستن. بسیار خب آقای محمدی، من چند تا سوال کوتاه دارم در این بخش برنامه. سوالات من رو شما میتونین پاسخ بدین، میتونین صرف نظر بکنین و میتونیم هم که نظر متفاوت در واقع نظری که در داخل سوال ما هست رو بیان بکنین. سوالات چند مرحله داره. ما از فوتبال داخلی شما شروع میکنیم و میرسیم به فوتبال‌های خارجی که چند تا سوال خارجی هم داریم و در این بین چند تا سوال شخصی هم شامل میشه که انشالله پاسخش از شما بشنویم. سوال اول من، بهترین گل معروف محمدی در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور در سال 1398 کدام گل بود؟ بازی با اسپین قزل بازم. بسیار خب، شما گل معروف محمدی رو هم میبینید همین لحظه، گلی که به اسپین قربازان زدن، بهترین گل معروف محمدی است. به نظر من هم همین گل بهترین گل بود و خود آقای محمدی هم این گل پذیرفتن و عجب ضربه ای هم بود، عجب ضربه ای بود. بسیار خب، بهترین گل معروف محمدی در دوران فوتبالی اش کدام گله؟ خب گل که به پاکستان زدن، گل ملی، واقعا لذت بخشه. بسیار آقای محمدی، شما دو تا گلی که به اصطلاح هم در لیگ برتر و هم تیم گلی که به تیم با تیم ملی به پاکستان زدن، گلایی بود که کمتر اتفاق میفته در فوتبال افغانستان. یعنی خود شما هم فکر میکردین که این توپا گل بشه؟ ببینید، 100% وقت خوب تمرین کنی، من همیشه هفته 5 جلسه فقط تمرین میکنم، هر جلسه 3 ساعت تمرین میکنم و باید وقتی که تمرین میکنی نتیجه رو ببینی. بسیار عالی. بسیار خب، سوال بعدی من، بهترین عمل کرده در لیگ برتر فوتبال کشور در خط دفاع تیم طوفان حریرود کدام بازیکن داشت؟ آقای محمدی، نوید نادم، فرزاد عطایی، ناصر علیمی یا علی نظری؟ ببینیم، واقعا اونا فوق العاده ان، از 4 بازیکن نمیشتنیم ما بگیم یک بازیکن خوبه، هر 4 تا عالی بودن. یعنی نمره در به هر 4؟ بله 100%. یک گزینه انتخاب نمیکنه؟ نه. بسیار. سوال بعدی من، بهترین بازیکن تیم طوفان حریرود در فینال کی بود؟ آتم شیردل، فیصل امیدی یا فرزاد عطایی؟ ببینیم، ما نمیتونیم یک بزوز خود شما نه ما نمیتونیم یک بازیکن انتخاب کنیم. شما اگه نگاه کنیم بازی شاهین آسمایی و طوفان حریرود، وقتی یک بازیکن شاهین پا به توپ میشد، 5 بازیکن طوفان از ما بی‌نهایت دوندگی داشتیم و بازی تمام بازیکن‌ها زحمت کشیدن. درسته آتم شیردل واقعا بازیکن جوان و با استعدادیه که به اون لحظه به داد تیم رسید و نمیتونیم انتخاب کنیم، ولی بازم آتم و فرزاد نمره بیشتر دیم. بسیار، از بین فیصل و آتم و فرزاد و آتم بیشتر نمره. بجز از طوفان حریرود، آقای محمدی دوست داریم در کدام تیم لیگ برتری بازی بکنین و امرا با تیم به قهرمانی برسه؟ هیچ، فقط طوفان. واقعا به خاطر مردم زون غرب و به خصوص مردم ایراد، واقعا تمام نتنامه تمام بچه عاشقانه به طوفان زحمت بشه. برای ما کاملا این قضیه مشخص شد و شما دوستان عزیز دیگه نیازی نیست که ما دوباره تکرار بکنیم این قضیه رو. شما از روزی که بازیکنان طوفان در
داخل استادیوم هرات شروع به تمرین کردن، مرحله انتخابی بود و تا روزی که قهرمان شدن ما ذره ذره اتفاقاتی که در این تیم افتاد را برای شما به نمایش گذاشتیم. مشکلاتی که بازیکن‌ها و بچه‌ها سپری کردن طی این مدت یعنی واقعا نشان دهنده ای بود که اینا عشق عجیبی دارن برای مردم هرات، برای مردم زون غرب و برای تیم طوفان هریرود. این برای ما حداقل مشخصه. سوال بعدی من از مدیریت شاهرسول هراری سرپرست فدراسیون فوتبال هرات چقدر، حالا من بحث چقدر راضی بودن شما رو مطرح می‌کنم، می‌خوام این گونه پرسان بکنم که مدیریت شاهرسول هراری سرپرست فدراسیون فوتبال هرات چگونه ارزیابی می‌کنین؟ خوب، بد یا متوسط؟ خوب. بسیار خوب، نظر شماست. آیا هنوز دستگیر مربی مناسبی است برای تیم ملی فوتبال افغانستان؟ من با هنوزشان کار نکردم. دیگه چیزی که میبینم اگه برای فرصت بدن، اگه کمپ تمرینی به تیم ملی بدن میتونه، بله میتونه که نتیجه خوب بگیره. شما با هنوز همتیمی هم بودیم دیگه در جنوب آسیا، همتیمی شما بود؟ نه هنوز نبودم وقت. نبودم. نه. بسیار خوب. سوال بعدی من، معروف محمدی از اتک انرژی در ولایت هرات چقدر دستمزد میگیره؟ از اتک انرژی سالی 2.5 لگه. بسیار خوب. البته بعضی سوالات شما میتونیم پاسخ ندیم، سوالات خیلی شخصی میتونه باشه، ولی من پرسان میکنم میتونیم که شما از اون صرف نظر بکنیم. به غیر از تیم فوتبال اتک انرژی که فعلا به عنوان بازیکن شما بازی میکنین، دوست داریم در دیگه کدام تیم لیگ برتری فوتبال هرات بازی بکنین؟ من بیشتر با تمام تیم‌ها بازی کردم. فقط فکر کنم انصاری تال بازی نکردم. یعنی پس از اتک انرژی اگر انصاری احیانا به شما درخواست بده و دعوت بکنه میرین برای بازی کردن؟ دیگه ببینیم دیگه آینده میشه. بسیار خوب. آقای محمدی اگر خواسته باشین که خود با یکی از بازیکنان شاغل در فوتبال هرات مقایسه بکنین، با چه بازیکن مقایسه میکنین؟ بازیکنان خوب زیادن دیگه، نمیتونم بگم. بسیار خوب، یعنی با کسی خود مقایسه نمیکنین. خیلی خوب. بهترین همتیمی معروف محمدی از ابتدایی ترین لحظات فوتبالی شما تا اکنون کدام بازیکن میتونه باشه؟ بهترین همتیمی شما، هر کس داخل بازی و داخل زمین و داخل تیم یک بازیکن همتیمیش به اصطلاح خیلی نزدیک با او و خیلی رفیق با او و دوستای بسیار خوبی هم داخل زمین هم، حتی همتیمی خوب شما کیست؟ من من با همه خوبم، هیچ وقت نبوده که با یک نفر دوست باشم. بسیار. پس نام نمیگیرید؟ نه. بسیار. من چند تا سوال خارج از فوتبال افغانستان هم دارم. تیم مورد علاقه ای آقای محمدی در فوتبال دنیا یا فوتبال های خارجی کدام؟ بارسلونا. بسیار خوب. بازیکن مورد علاقه معروف محمدی؟ مسی. و معروف محمدی فکر میکنه که شبیه با کدام بازیکن خارجی فوتبال میکنه؟ مطمئنا شما هم الگوی فوتبالی داریم و هم فکر میکنیم که حرکات شما، بازی شما، سبک بازی شما شبیه سبک یکی از بازیکن خب واقعا مسی دوست دارم، همیشه دوست دارم از حرکت‌ها از او کپی کنم داخل بازی. من مسی. بسیار. و آرزوی بزرگ فوتبالی معروف محمدی چیه؟ تیم ملی به بازی‌های آسیایی را پیدا کنم. انشالله که این اتفاق بیفته. من اطمینان خاطر دارم که از تک تک بازیکنان فوتبال افغانستان وقتی پرسان بکنی که بزرگترین آرزوی فوتبالی تو چیه، ایده خو میگن ما برای تیم ملی بازی بکنیم، ولی معروف محمدی اون شجاعت و شهامت رو داشت که فقط برای تیم ملی آرزوی موفقیت کرد، از اونجایی که استعدادش و تواناییش برای همه ما شما مشخصه و اینکه واقعا به تیم ملی دعوت نشده هم برای ما نگران کننده بود این قضیه و هم برای هوادارهای معروف محمدی در فوتبال افغانستان، حداقل در این شب و روزها که دعوت نشد به تیم ملی ما. بسیار خب. آقای محمدی فکر می‌کنیم چند سال دیگه می‌تونیم با همین کیفیت فوتبال کنیم؟ اگه همین قسم تمرین کنم و خوب بتونم تمرین کنم، 5 سال. 5 سال بعد هم میتونین با همین فرم فوتبال کنیم؟ با همین فرم میشه. انشالله که اتفاق بدی نیفته برای شما و ما همچنان 5 سال دیگه هم شاهد درخشش شما در فوتبال کشور خود باشیم. بعد از ختم فوتبال خود آقای محمدی به صورت کلی از فوتبال خداحافظی میکنیم یا اینکه قصد دارین مربی هم بشین؟ نه، تصمیم دارم مربی گری شروع کنم. بسیار. و سوال بعدی من که سوال آخر من هست در واقع در برنامه، من میخوایم که شما اگر حرفی هم باقی مانده بود هم صحبت بکنیم در موردش، به که شما برای جوانای زیادی الگو هستین آقای محمدی. من در برنامه وقتی اعلام کردم که قرار هست معروف محمدی رو در برنامه دعوت بکنیم، پیام ها و تماس های بسیار زیادی برای ما آمد و تشکری کردن از برنامه ما که این اتفاق در برنامه رقم خورد. بنابراین شما برای خیلی از بازیکنان نوجوان و جوان ما
الگوی فوتبالیشان هستن، براشان چه توصیه میکنین که چه کارهایی را انجام بدن و چه باید بکنن که تبدیل بشن به صدها معروف محمدی دیگه در فوتبال افغانستان؟ من جا در اینجا از اونها تشکری کنم، چون همیشه از من حمایت کردن، به من تشویق کردن. دیگه واقعا اگه به هر رشته ای که هستن عاشقانه به او تمرین کنن، زحمت بکشن تا هر به او چیزی که میخوان برسن. بسیار ممنونم از اشتراک شما جناب آقای محمدی عزیز در برنامه، خیلی لطف کردین. امیدوار هستم که سوالی نمونده باشه که من پرسان نکرده باشم. هر سوالی که به ذهن ما بود و دوستا تقاضای شکرده بودن و در داخل برنامه از شما پرسان کردم، حداقل 90% این سوالات رو مردم گفته بودن که از شما پرسان بکنین و گفتگوی بسیار جذابی رو داشتم با شما. خیلی ممنونم از اشتراک شما در برنامه، لطف کردین و از شما بیننده های خوب برنامه هم سپاسگزارم که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. امیدوار هستم که از گفتگوی ما با آقای محمدی لذت برده باشین که قطعا اینطور خواهد بود. شما رو به احتیاط همتا میسپارم تا هفته بعدی که باز در برنامه انشاءالله سعی میکنه مهمان دیگه هم در برنامه با خود داشته باشیم. شما رو به احتیاط همتا میسپارم، مراقب خودتان باشید، حیام بکامشون.